دومین روز دادگاه آندرس بریک بریویک در حالی به پایان رسید که وی در دادگاه اعلام کرد که در جریان کشتارهای سال گذشته دو مرد دیگر نیز وی را همراهی کردند. بریویک ضمن اعلام وجود همدستانی برای خودش از ارائه هر گونه توضیحی درباره این افراد خودداری کرد. وی همچنین در جریان دادگاه اعلام کرد که اگر میتوانست تعداد بیشتری را میکشت و در آینده نیز اگر فرصتی داشته باشد به کار خود ادامه خواهد داد. همزمان رئیس کانون وکلای نروژ گفت فکر میکنم این خیلی مهم است که متوجه شویم در این حادثه چه اتفاقی دقیقا رخ داده است که وی به خودش اجازه میدهد در جایگاه یک متهم این گونه صحبت کند، آن هم در مقابل دادگاه. همچنین این موضوع نیز اهمیت دارد که ببینیم شاهدان عینی چه توضیحاتی برای روشنتر شدن ماجرا برای ما شرح میدهند. آندرس بریویک که 33 سال دارد سال گذشته 77 نفر را در جریان یک بمبگذاری در اسلو و حمله مسلحانه به اردوی جوانان طرفدار حزب حاکم در جزیره اوتویا به قتل رساند. یکی از نجات یافتگان میگوید ما باید به خاطر بیاوریم که چه اتفاقی افتاد. این در حالی است که من میخواهم او را فراموش کنم. در حال حاضر تمامی رسانه‌ها از تمام دنیا و رسانه‌های نروژ میگویند دادگاه او ادامه خواهد داشت و در انتظار اطلاعات جدید هستند. فکر میکنم او به چیزی که میخواست رسید، اما من نمیخواهم بخشی از آن باشم. در صورتی که در دادگاه ثابت شود آندرس بریویک مشکل روانی دارد، وی به آسایشگاه روانی منتقل خواهد شد، اما در غیر این صورت وی دست کم 21 سال را در زندان خواهد گذراند.